سخنان بعدی ما رفیق محسن ابراهیمی از حزب کمونیست‌کارگری ایران هستش که ازشون دعوت میکنم تشریف بیارن و صحبتشون رو ادامه سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان و خیلی خوش اومدیم به برنامه. خب امروز اینجا جمع شدیم برای بزرگداشت دو فعال کارگری، دو رهبر کارگری، دو رهبر خوشنام، محبوب و جسور کارگری، دو رهبری که هممون میدونیم در دوران زندگیشون و بعد از مرگشون حتی خار چشم جمهوری اسلامی بودن. این حقیقت رو تشییع جنازه شون به طور واضح نشون داد که مردم وسیع جمع شدن و علی‌رغم تهدید امنیتی های سرمایه دار با شعار شاهرخ معلم ماست، راه شاهرخ راه ماست و با سرود انترناسیونال دو رهبر برجسته کارگری رو بدرقه کرد. ظاهراً شاهرخ و کوروش هر دو به مرگ طبیعی درگذشتن، اینجوری اعلام کردن، ولی ما میدونیم که شاهرخ که در زندان هم یک روز ورزش صبحگاهی یا شامگاهی هر موقع اون امکان میدادن فراموش نمیکرد، یک باره سکته مغزی میکنه. ولی همین شاهرخ بارها و بارها اعلام کرده بود، اینجا هم اول برنامه صحبت شد، که امنیتی ها تهدید کردن طوری خواهند کشت که کسی بویی نبره. در مورد کوروش بخشنده، کوروش بخشنده فقط مکان سکته قلبیش خارج از زندان بود، ولی ما میدونیم که کوروش رو پاسداران سرمایه حتی بعد از عمل باز قلب هم راحت نذاشتن و همیشه دنبالش بودن و همیشه آزارش میدادن و به این معنا باید اعلام کنیم قاتل رسمی و علنی این دو رهبر کارگری جمهوری اسلامی سرمایه است و تمام، قاتل اینها جمهوری اسلامی سرمایه است. اجازه بدین در وقت خیلی کمی که من دارم من به مشخصات جنبش کارگری اشاره کنم. در دهه اخیر همین چیزی که من اعلام کرده بودم عنوان سخنرانی خواهد بود. من 7 مشخصه رو برمی شمارم، ولی این 7 مشخصه به این معنا نیست که تمام مشخصه های جنبش کارگری در دهه اخیر رو من اینجا همشو میگم، برای اینکه فرصت خیلی کمه. اینا نکاتی هستن که نظر منو جلب کردن، به نظر من خیلی مهمه. 1، ما میدونیم که به یمن دیکتاتوری سلطنتی و اسلامی در تاریخ طولانی جنبش کارگری ایران تشکل یابی، تشکل درست کردن، مخصوصا تشکل سراسری، همیشه برای کارگر اجازه ندادن، نذاشتن کارگرها متشکل بشن. ما اینو میدونیم و میدونیم که همیشه دغدغه هر فعال کارگری، هر رهبر کارگری، یکی از مهمترین دغدغه‌هاش این بود که تشکل درست کنه، کارگرها رو متحد کنه، به هر شکلی، در هر نهادی، در هر سطحی کارگر رو متشکل کنه. من میخوام بگم در سالهای اخیر، میگم همیشه اینجوری بوده، تلاش کردن، ولی در دهه اخیر، مخصوصا در سالهای اخیر، رهبران و فعالین کارگری تمام تلاششون رو کردن، نیروی ویژه گذاشتن، با صمیمیت تمام، با جسارت تمام، علی‌رغم تهدیدهای امنیتی تلاش کردن به هر شکلی کارگرها رو متشکل کنن در نهادهای مختلف. همون 7 تشکل کارگری که ما اسمشون رو میدونیم و معمولا با هم بیانیه‌های مشترک میدن، اینا نمونه های تشکلیابی کارگری در ایرانه که کارهای بزرگی هم کردن. من اینجا فرصت نیست اشاره کنم. 2، جنبش کارگری ایران در نیم قرن مخصوصا بعد از 28 مرداد معمولا از داشتن چهره سیاسی محروم بوده، برای اینکه نذاشتن، برای اینکه بورژوازی سرمایه‌داری تصور میکنه، این تصور رو به جامعه داده که شخصیت‌ها باید مال ملی اسلامی ها، مال سرمایه‌دارا باشه، مال دموکرات ها باشه، کارگر چیه که شخصیت داشته باشه. اما در دهه اخیر این یکی از ویژگی های مهم و برجسته جنبش کارگری ایران است که در دهه اخیر این یک پدیده جدی سیاسی تبدیل شد که کارگران از خودشون شخصیت های محبوب، چهره های سیاسی محبوب، چهره های سیاسی
بزرگی که در نه تنها ایران بلکه در جهان شناخته شدن از خودشون بیرون دادن. رهبرانی که برای بخش مهمی از کارگران جهان الان شناخته شدن و وقتی اتفاقی براشون میفته فوراً کمپین بین‌المللی و حمایت بین‌المللی طبقه کارگر رو جلب میکنن. میدونیم زمانی سالهای طولانی هر دموکرات، هر دگر اندیش به هر دلیلی، مثلا به عنوان مثال به خاطر اینکه با کسانی که قبلا با هم حکومت ساختن شاخ تو شاخ شدن، معمولا در خارج از کشور و در همه جای دنیا صدها صاحب پیدا میکردن، در بی بی سی، در صدای آمریکا، در نهادهای حقوق بشر ازشون دفاع میکردن، کمپین را میداختن، ولی اینا زمان این کارا رو میکردن که درست همون لحظه ممکن بود دهها رهبر و فعال کارگری در زندان ها زیر شکنجه بودن، در زندان ها آزار میدیدن. این دوره به گذشته تعلق داره. جنبش کارگری ایران در قلمرو به ابراز وجود اجتماعی توسط شخصیت‌های سیاسی کارگری، کمونیست و چپ قدم‌های بزرگی رو به جلو برداشته. طبقه کارگر ایران الان برخلاف سال‌ها قبل در جهان توسط نمایندگان محبوب و جسور خودش مثل شاهرخ زمانی، مثل کوروش بخشنده و مثل تعداد زیادی که الان فرصت نیست من اسماشو بیارم نمایندگی میشه. و کوروش و شاهرخ هم دو تن از این چهره‌های محبوب کارگری بودن در میون ده‌ها و ده‌ها رهبر کارگری. و روشنه که طبقه کارگر تنها روشن با حزب سیاسیش، با تشکل‌های توده‌ایش و از جمله از طریق رهبراش چهره‌های محبوبش میتونه در سیاست دخالت کنه، میتونه در تحولات سیاسی به طور بنیادی دخالت کنه. سه، یه مشخصه مهم طبقه کارگر به نظر من در سالهای اخیر اعتراضات متحد و سراسری. خیلی روشنه، همیشه کارگرها، همیشه فعالان کارگری تلاش میکنن اعتراضاتشون متحد پیش بره، اعتراضات سراسری سازمان بدن. این روشنه، این مشخصه ویژه دهه اخیر نیست، ولی ما میدونیم که در سالهای اخیر مخصوصا باز هم به یمن فعالین و رهبران کارگری چپ و سوسیالیست تلاش برای فعالیت‌های سراسری، اعتصابات سراسری، اعتراضات سراسری خیلی بیشتر شده. من فقط چند مثال میزنم. تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته که همین هفته پیش تو جریان بود. تجمع اعتراض همزمان کارگران معادن در کرمان، کوهبنان، آزادشهر و رامیان. اینا همشون سراسری هم. تجمع کارگران پتروشیمی ها، ماهسر، اصلویه، هولدینگ فارس، و اینا و تجمع کارگران پتروشیمی عراق و تبریز و اصفهان. این یه پدیده جدید نیست، ولی یه تلاش و یه تحرک به نظر من متفاوت از گذشته است. چهار، یک پدیده نوین و بسیار مهم در تحولات کارگری اخیر به نظر من حضور خانواده‌های کارگری در اعتراضات کارگری. کارگران همراه خانواده‌شون پنج برابر، شش برابر قدرت بزرگی هم، نیروی بزرگی هم. یکی هم وقتی خانواده کارگر در مبارزات و اعتصابات کارگر شرکت میکنه، قدرت کارگر رو چندین برابر میکنه، کارگر رو به جامعه، به خیابون، به کوچه، به محله وصل میکنه و حمایت بزرگی رو از جامعه جلب میکنه. نمونه های زیادی هست که من میتونم مثال بزنم، فقط به چند مورد اشاره میکنم. 5000 کارگر بازنشسته فولاد به نمایندگی از 90000 کارگر بازنشسته اعتراض کردند که با حمایت خانواده‌هاشون همراه بود. اعتراض کارگران معدن بافق یزد که این خیلی مهمه، با حضور خانواده‌ها و با بردن اعتراض به مرکز شهر، در فاصله خیلی کوتاهی امام جمعه ها، نهادهای امنیتی، استانداری رو مجبور به عقب نشینی کرد، فقط به این خاطر که خانواده ها به این مبارزه پیوسته بودن و جامعه رو و شهر رو پشت کارگرای اعتصابی کشونده بودن و تونستن آزاد کنن هم از ماشون. وقت کمه، من مثالای دیگر رو ازش میگذرم. 5، یک مشخصه ویژه به نظر من برجسته اعتراضات کارگری در دوره‌های اخیر درگیری با نهادها و ارگانهای دولتی. روشن در ایران، مخصوصا در ایران
زیر حاکمیت جمهوری اسلامی هر حرکتی، هر اتفاقی بلافاصله سیاسی میشه. این روشنه. ولی کارگران مخصوصا در سالهای اخیر تلاش زیادی کردن، بازم به یمن فعالیت رهبران کارگری چپ و سوسیالیست تلاش زیادی کردن که مبارزه و اعتراض و اعتصابشون در مقابل نهادهای حکومتی مثل مجلس، مثل دفتر ریاست جمهوری، مثل سازمان بازنشستگی، مثل وزارت کار به اصطلاح بره و به یه معنا کارگر در مقابل دولت، کارگر نه فقط در مقابل کارفرما، در مقابل دولت ارزندام کرد. شش، این ما قبل آخره امیدوارم وقت داشته باشم. در سالهای اخیر رهبران کارگری چپ و کمونیست به هر مناسبتی در قامت سخنگوی رهایی کل جامعه ظاهر شدن، نه به عنوان یه صنف اقتصادی، نه به عنوان اینکه فقط مشغلشون دستمزدشون، به عنوان یه نیروی برای رهایی کل جامعه ظاهر شدن. اونا خیلی از رهبران کارگری که اسمشون رو حتما شما میشناسین با صراحت تمام از حقوق کودکان، از آزادی زنان، از برابری زنان، از آزادی زندانیان سیاسی، از آزادی بیان، از بهداشت به درمان همگانی برای همه مردم دفاع کردند. رهبران کارگری از جمله شاهرخ و کوروش امضا کننده بیانیه‌های مهمی در اول می بودند که در اون بیانیه‌ها با صراحت تمام کارگر و طبقه کارگر به عنوان رهایی کل جامعه از اسارت و بندگی ظاهر شده بود و به این معنا کارگر به این معنا جهت خودش رو، مسیر خودش رو برای مقابله سیاسی با کل بنیاد اجتماعی و سیاسی تبریز باز می‌کنه. و نکته آخر، می‌دونیم که در بحران‌های سیاسی معمولاً بحران‌های حکومتی چند دوجین جنبش و حزب ملی اسلامی، ملی اسلامی، دموکرات، ناسیونالیست سر و کله‌شون پیدا میشه که به نام نظم، به نام ملت، به نام مردم میان قدرت رو دست به دست بکنن تا سر کارگر کلا بذارن، سر طبقات محروم جامعه رو کلا بذارن. و همینها همراه حکومت اسلامی به هزار نیرنگ سیاسی دست میزنن تا کارگر حزب گریز بشه، تا کارگر به حزب رادیکال و کمونیست نزدیک نشه و خودش هم چنین حزبی رو تشکیل نده، تا کارگر نتونه اساسا به قدرت سیاسی دست ببره، تا طبقه کارگر به نیروهای نهایتا جنبش‌های دیگه تبدیل بشه. تمام تلاششون است که کارگر به این معنا تظاهر سیاسی پیدا نکنه. ولی علارغم تمام تلاش‌های کثیف اردوی سرمایه و ایدئولوژی‌هاش در سالهای اخیر کارگران ایران، کارگران چپ، کارگران سوسیالیست تماما تلاش کردن متعذب بشن. این یک نوشته های شاهرخ رو بخونید یا بحث های کارگرهای فعال رو بخونید، نشون میده گرایش به تعذب سیاسی، گرایش به اینکه کارگر متعذب بشه، حزب رادیکال، حزب آگاه، حزب پیشرو، حزب کمونیست خودش رو تشکیل بده و صف طبقه کارگر رو به یه نیروی قدرتمندی که بتونه از طریق حزب سیاسیش در قدرت سیاسی دخالت کنه، این یک گرایش بسیار جدی در میان طبقه کارگر مخصوصا این اخیرا خودش رو نشون داده. به عنوان کلام آخر، همه مشخصهایی که در بالا اشاره کردم، خیلی هم سریع اشاره کردم، مشخصها و دردهای یک جنبش سوسیالیستی، یک سنت سوسیالیستی، یک سنت چپه که شاهرخ و کوروش هم در این سنت جای داشتن و براش تا پای جان مبارزه کردن، یادشون گرامی بود.